امروز برنامه ای است که آیا برنامه میثاق شهروندی فرهنگ دولتداری در افغانستان تغییر خواهد داد و یا خیر حکومت وحدت ملی یکی از برنامه های خود را عملی ساخته و رئیس جمهور غنی در نشست گشایش این برنامه گفته است که این برنامه با گونه یکسان در سر و سر افغانستان عملی خواهد شد و همچنین حکومت متعهد است تا که ارضای خدمات را در ناامن‌ترین مناطق کشور نیز برساند و رئیس اجرایی در این زمینه گفته است که تطبیق برنامه میثاق شهروندی سبب کاهش فقر، اشتغالزایی و توسعه زیربناها در کشور می‌شود. شما میتونید در رابطه با این موضوع نظریاتتان را از طریق شماره تماس 0722111808 تا ساعت 5 و سی به طور زنده و مستقیم با ما شریک میسازین در نخست میریم ما به صفحه فیسبوک برنامه که شما بعد از این میتونین که به صفحه فیسبوک برنامه مراجعه کنین و صفحه ما را فالو بکنین لایک بکنین و بعد از این موضوعاتی که در برنامه انتخاب میکنین پیش از پیش در برنامه شر... در صفحه فیسبوک برنامه ما شریک میزادیم شما میتونین که از نظر از طریق کامنت ها نظریاتتان را با ما شریک بسازین خب میبینیم که کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک چه موضوع، چه دیدگاه ها و نظریاتشان نظریات را با ما شریک ساختن که محسا طوفان گفت است که به نظر من این کار رئیس جمهور یک کار خوب است که توسط همین میثاق شهروندی بدون شک در فرهنگ دولتداری تغییر می آید و آوزا بهتر خواهد شد یکی از کاربران فیسبوک بودن که نظرشان را در رابطه موضوع با موضوع امروز برنامه با ما شریک ساختن که نظر مثبت داشتن و خوشبین بودن به خاطر انجام این کار و میبینیم نظر بعدی که مشتبه احمدی گفته است که نخیر برنامه میساق شهروندی هیچ تغییری در فرهنگ دولت داری نمی آورد چون رهبران حکومت وحدت ملی دو سال می شود که ایجاد شده است اما تا هنوز هیچ یک از وعده های خود را عملی نکرده و در وعده هایی که داده بود ناکام مانده است رهبران حکومت وحدت ملی در کمپاین های خودشان گفته بودند که و دسترخان مردم نان میآورند و برعکس از دسترخان مردم نان را بردند یکی دیگر از شهروندان بودند که نظرشان را با ما شریک ساختند که متاسفانه خوشبین نبودند از گشایش این برنامه میساق شهروندی و نظر بعدی که اسرا حسین زاده گفته است که امیدوار هستم که رهبران حکومت وحدت ملی با تطبیق این برنامه حقوق تمام شهروندان افغانستان را به صورت مساویانه و عادلانه مراعات نموده و به مردم افغانستان ثابت کند که این حکومت می تواند بدون هیچ نوع تبعیض خدمتکار واقعی مردم است و خدا کند که این برنامه مثل برنامه های قبلی حکومت شعاری شار نبوده و قسمی که گفته تطبیق شود یکی دیگر از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک بود که نظرشان با ما شریک ساختن و خوشبین بودن و آرزو داشتن که این موضوع به نفع افغانستان و به نفع حکومت افغانستان باشه و همچنان بختیار احمد عمرزی گفته است که نخیر ما و شما شاهد هستیم که رهبران حکومت وحدت ملی و مردم در راستای حکومتداری خوب صدها وعده ها داده است اما از به میان آوردن حکومت وحدت ملی تا به حال هیچ وعده آنها عملی نشده است و این گونه سخنان فقط فریب به مردم و وقت زای کردن هست یکی دیگر از کاربران و دوستایی بودن که نظرشون رو با ما شریک ساختن و خوشبین نبودن و از این کار گفته بودن که هیچ فایده ای ندارن شما هم میتونید که بعد از این به فیسبوک دات کام رفته و برنامه روایت روز را سرچ بزنین و فارسی و ای که صفحه ما را لایک بکنین و بعد از این فالو بکنین و موضوعاتی که در برنامه انتخاب می‌کنیم همه لوزه پیش از پیش در, بر در صفحه فیسبوک و پیجی که هست براتون زودتر می می‌کنیم و شما هم میتونید که نظرتان را با ما شریک بسازین از طریق کومنت ها منتظر کومنت های شما همچنان بعد از این هستیم و الهام صدیقی گفته است که به نظر من اگر بتوانند تطبیق کنن بسیار خوب است و اگر به مثل حرفهای قبلی حکومت وحدت ملی باشد که تنها شعار به دهان و تطبیق نتوانند باز بیفایده است و فقط وقت را با این حرفها ضایع می کنند کسی دیگر بود که نظرشان را با ما شریک ساختن و فواد حمید گفته است که عمدترین کاری که این برنامه در چارچوب میساق شهروندی انجام میدهد تغییر فرهنگ دولتداری است. ضروری است که در چارچوب این برنامه ملی فرهنگ تغییر کند و فرهنگ باید و فرهنگ خدمت تبدیل شود. نظریات دوستان و کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک بودند که نظریاتشان را در رابطه با موضوعی که در برنامه انتخاب کردیم با ما شریک ساختن و شما هم بعد از این میتونید که نظریاتتان را از طریق کامنت با ما شریک بسازید و همچنان طبق روال برنامه هر روزا میپردازیم به سایت های خبری مهمترین و داغترین سایت ها را موضوعاتی که در این سایت ها به نشر رسیده را براتون بخونیش میگیرم که در نخوز از سلام وطندار آغاز می کنیم که برنامه میزاق شهروندی با حضور سران حکومت گشایش یافت موضوع که همچنان ارتباط داره با موضوع برنامه امروز روایت روز برنامه میزاق شهروندی امروز یکشنبه با حضور رهبران حکومت وحدت ملی اعضای کابینه نمایندگان شماری از کشورها و اعضای شوراهای انکشافی سراسر کشور گشایش یافت محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در نشست گشایش برنامه میثاق شهروندی گفته است که این برنامه برنامه گونه یکسان در سراسر سر افغانستان عملی خواهد شد و حکومت متحد است تا ارزه خدمات را به ناامن‌ترین مناطق کشور نیز برساند و همچنان به با باور رئیس جمهور برنامه میثاق شهروندی فرهنگ دولتداری را در افغانستان تغییر خواهد داد آقای غنی افزوده است که افغانستان امروز دارای کادرهای مسلکی است و این کادرها میتوانند توانند را که پیش از این در مدت 18 ماه عملی نشده اکنون در ظرف 6 ماه به مرحله اجرا بگذارند و همچنان عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز در این نشست گفته است که حکومت وحدت ملی با گشایش برنامه میثاق شهروندی در واقع یکی از وعده های مهم خود را عملی کرده است و همچنان بر گفته رئیس اجرایی تطبیق برنامه میثاق شهروندی سبب کاهش فقر اشتغالزایی و توسعه زیربناها در کشور می شود و اکلیل حکیمی وزیر مالیه گفته است که هزینه مالی این برنامه بیش از یک میلیارد دلار آمریکایی می باشد که از سوی حکومت وحدت ملی و نهادهای بین المللی پرداخت می شود. آقای حکیمی افزوده است که برنامه میثاق شهروندی به هدف خودکفایی شهروندان تحریزی شده و در حال حاضر وزارت مالیه بودجه چهار ساله او را این برنامه را در اختیار دارد. خبری بود که در سایت خبری سلام وطندار من بنش رسیده بود و اگر شما هم خواسته باشین که این موضوعات را به خانش بگیرین میتونین که به این سایت مراجعه کنین و به خانش بگیرین و خبرگزاری بعدی بی بی سی فارسی گفت است که وزارت داخله گفت است که از یک حمله خونین انتحاری در کابل جلوگیری شد وزارت داخله گفته است که کشور افغانستان اعلام کرده است که نیروهای پلیس موفق شدند که از وقوع یک حمله انتحاری خونین در کابل پایتخت جلبگیری کنند بر اساس خبرنامه وزارت داخلی افغانستان فرد انتاری که میخواست یک خودروی بمبگذاری شده نو تویتا را در شهر کابل منفجر کند توسط پلیس شناسایی و هدف قرار گرفته است و وزارت داخلی افغانستان افزوده است که پلیس کابل این توریست را شب گذشته در روستای حسین خیل در بلوسوالی بگرامی در شرق کابل شناسایی و او را کشته است در خبرنامه آمده است که این فرد به دستور ایست پلیس توجه نکرد و قصد داشت که از محل فرار کند که با واکنش نیروهای پلیس مواجه شده است و همچنان وزارت خارجه افزوده است که پلیس کابل های اطلاعاتی را از وقوع یک حمله انتحاری در کابل دریافت و تدابیر را لازم را اتخاذ کرده بود که شب گذشته با کشته شدن این فرد انتحاری از آن گیری شده است خبری بود که در سایت خبری بی بی سی و فارسی به نشر بود و خبرگزاری بعدی را بعد از میان برنامه کوتاه برتان به خانش با ادامه برنامه روایت روز خوش آمدید بینندهای عزیز و بینندایی که همین اکنون با ما پیوستین موضوع که امروز در برنامه انتخاب کردیم که آیا برنامه میثاق شهروندی فرهنگ دولتداری را در افغانستان تغییر خواهد داد حکومت وحدت ملی یکی از برنامه های خود را عملی کرده و رئیس جمهور غنی در نشست گشایش این برنامه گفته است که این برنامه به گونه یکسان در سراسر سر افغانستان عملی خواهد شد و حکومت متعهد است تا عرضه خدمات را در ناامن ترین مناطق کشور نیز برساند و رئیس اجرایه گفت است که تطبیق برنامه میثاق شهروندی سبب کاهش فقر، اشتغال زایی و همچنان توسعه زیربناها در کشور می شود. شما می توانید که در رابطه با این موضوع نظریات و دیدگاهتان را از طریق شماره تماس 0721111808 با ما شریک بسازید و میپردازیم پردازیم به خبر بعدی که در آژانس خبری پژواک به نشر رسیده که رئیس ولوسی جرگا گفته است که وزرای ناکاره استیزا می شوند. رئیس ولسی جرگر گفته است که واحدهای بودجوی را به ناکارایی در راستای مصرف بودجه انکشافی متهم کردند و میگوید که آن از وزرا که دلایل مدلل و مستند که از عدم مصرف بودجه انکشافی نداشته باشد استیزا خواهند کرد. خبری بود که در این سایت بانش رسیده بود و خبر بعدی خبرگزاری بختی گفته است که دوازده غیر نظامی در انفجار موتورسایکل بمگذاری شده در کاپیسا زخمی شدند. مقام های محلی ولایت کاپیسا در شمال پایتخت میگویند که در نتیجه انفجار مواد جاسازی شده در مربوطات ولسوالی حصه دوم این ولایت دست کم 12 غیر نظامی زخمی شدند. عثمان حقیار محمدی ولسوال حصه دوم کاپیسا و خبرگزاری بختی گفته است که این انفجار حوالی ساعت 7 و 25 دقیقه صبح امروز در چوک جمال آقای رخ داده است که در نتیجه 12 نفر زخمی شدند و همچنان آقای محمدی گفته است که زخمی های این رویداد برای تداوی به شفاخانه مرکز کاپیسا و شفاخانه ایمرجنسی ولایت پنشیر منتقل شدند شما هم میتونید که این به این سایت مراجعه کنین و ادامه مطلب را به خانش بگیرین و سایت خبری افغانستان رو گفته است که امید به صلح پس از امضای تفاهم نامه با حزب اسلامی امضای توافق نامه صلح میان نمایندگان حزب اسلامی و دولت افغانستان در این روزها در سرخط اخبار مربوط به افغانستان قرار دارد و بدون تردید این کار قدمی به سوی صلح است و از هر قدمی هرچند کوچک در این مسیر باید استقبال کرد خبری بود که در سایت خبری افغانستان رو با رسیده بود و دوتشویله دری گفت است که شورای امنیت در ماندگیش را در جنگ حلب نشان داد. در جلسه اضطراری شورای امنیت مل... ملل متحد ایالات متحده آمریکا و روسیه متقابلا همدیگر را مقصر خواندند و بانکیمون دبیر کل ملل متحد به طور غیر عادی سراحت داشت و کشتار در شهر حلب سوریه ادامه دارد و نشست ویژه عالی ترین مرجع ملل متحد با شکست آشکاری پایان یافت در اصل قدرت های جهانی در نیویورک میخواستند که مشترکاً بعد از بمباردمان شدید حلب برای جنگ داخلی سوریه امکانات یک آتش بس را جستجو کنند و بجای آن دیپلمات‌های های ملل متحد حملات تندی علیه همدیگر کردند خبری بود که در دوچوله دری به نشر رسیده بود و اسپوتنیک دری گفته است که سرنوشت کودکان پناهجو و کجا خواهد کشید. آمارهای دولتی انگلستان نشان می دهد که تا اوسط ماه سپتامبر تنها سی کودک تحت پوشش این برنامه وارد این کشور شدند و برخی از کودکان پناهجوی تنها در کالا بسر می برند که از حق قانونی برای ورود به انگلستان برخوردار خواهند شد و با تخریب کمپ پناهندگان گاله در فرانسه ماه آینده بیش از یک هزار کودک تنها مهاجر بی سرپنا و بی خانمان خواهند شد. مقامات فرانسوی برنامه را برای اساکن این کودکان مهاجر ندارند زیرا امیدوار هستند که انگلستان متقاعد شود به این کودکان کمک کنند. خبری بود که در سپوتنیک دری به نشر رسیده بود. و صدای آمریکا گفته است که اعتراضات در پیوند و حمله بر یک فعال مدنی در هرات. ده ها تن از فعالان مدنی علما و جوانان ولایت هرات در اعتراض به حمله بر جان خلیل پارسا هماهنگ کننده شبکه نهادهای جامعه مدنی ولایت مظاهره کردند و این افراد با پیمودن مسیر حمله بر آقای پارسا تا دفتر کار والی هرات از مقامات محلی و امنیتی خواستار گرفتار هرچه سریعتر عاملان این رویداد شدند و معترضان با حمل شعارهایی بر حراس افغانان گفتند که بعد از این استوارتر در راستای فعالیتهای مدنی گام برخواهند داشت و شفیق بهروزیان یک تن از این فعالان از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواسته است تا در راستای مبارزه با عوامل دهشت و ترور در این کشور به طور جدی مبارزه کند خبری بود که در صدای آمریکا بنشسته بود و موضوع امروز برنامه روایت روز که گفتم ای است که آیا برنامه میثاق شهروندی فرهنگ دولتداری را در افغانستان تغییر خواهد داد و یا خیر حکومت وحدت ملی یکی از برنامه های خود را عملی کرده است و رئیس جمهور غنی در نشست گشایش این برنامه گفته است که این برنامه به گونه یکسان در سراسر سر افغانستان عملی خواهد شد و حکومت متعهد است تا عرضه خدمات را در مناطق ناامن کشور همچنان فراهم بسازد و همچنان رئیس اجرایی گفته است که تطبیق این پروژه از سبب اف... کاهش فقر اشتغال زایی و توسعه زیربناها در کشور می شود که از جمله کارهایی که این میثاق شهروندی از جمله می باشد است که در قسمت آموزش و پرورش در قسمت کشاورزی در قسمت ساختمان اینا ارزه خدماتشان هستند شما میتونید در رابطه با این موضوع نظر و دیدگاه تان را از طریق شما تماسی که روی اسکرین های تلویزیونتون تماشا میکنین با ما تا ساعت 5:30 طور روزنده و مستقیم شریک بسازین و تماس داریم بله متاسفانه که تماسشان قطع شد و همچنان بعد از این میتونید که به فیسبوک دات کام مراجعه کنین و روایت روز در دری نوشته کنین و صفحه ما را لایک کنین و بعد از این میتونید که نظر و دیدگاهتان را در رابطه با موضوع که پیش از پیش قبل از برنامه شیر می کنیم در صفحه روایت روز میتونید که از طریق کامنت نظریاتتان را با ما شریک بسازین و میان برنامه کوتاه می میگیریم و دوباره برمیگردیم با ادامه برنامه خوش آمدید و شما بیننده برنامه روایت روز از شبکه تلویزیون جهان هستین و موضوعی هم که امروز در برنامه انتخاب کردیم که آیا میثاق شهروندی فرهنگ حکومتداری را در افغانستان تغییر خواهد داد و طی گفتهای رئیس جمهور که گفته است که این برنامه به گونه مساویانه و یکسان در سراسر سر افغانستان تطبیق خواهد شد و همچنان رئیس اجرایی گفته است که تطبیق این برنامه میتونه که سبب کاهش فقر و همچنان اشتغال زایی و همچنان توسعه زیربناها در کشور شود شما چقدر با گشایش این برنامه خوشبین هستین که در راستای آموزش و پرورش کشاورزی و ساختمانی اینا فعالیت هایشان را اجرا میکنن کنند شما یا خوشبین هستین با گشایش این برنامه و یا خیر شما میتونید که تا ساعت 5:30 نظراتتون را به طور زنده و مستقیم از طریق شما تماسی که روی اسکرین های تلویزیون تماشا میکنین با ما شریک بسازین و میپردازیم به خبری که در خبرگزاری افق شده و یک خبر ورزشی هست که تیم فوتبال ساحلی افغانستان تیم چین را شکست داد. تیم فوتبال ساحلی کشور در دومین بازی خود مقابل تیم قدرتمند چین و برتری دست یافت و در این دیدار بازیکنان کشور ما که با نتیجه 9 بر 6 تیم چین را از پیش رو بردارد و تیم فوتبال کشور در این دیدار خود مقابل تیم ژاپن شکست خورده بود در صورتی که تیم چین مقابل تیم ژاپن شکست بخورد تیم ساحلی کشور و مرحله یک چهارم صعود خواهد کرد خبر خوبی بود که در سایت خبری افق به نشر رسیده بود و خبرگزاری خامه گفته است که بازداشت دو شبکه طالبان مربوط به شورای کویتا در قندوز ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت دو شبکه توریستی گروه طالبان و افراد مربوط به شورای کویتا در قندهار خبر می‌دهد. در خبرنامه‌ای که روز دوشنبه به نشر رسید آمده است که امنیت ملی میگوید که این دو شبکه طالبان مربوط به شورای کویته و تعداد 15 نفر بودند این افراد که در ولایت قندهار سرگرم انجام فعالیت‌های توریستی بودند ترور علمای دینی سران اقوام کارمندان دولتی ایجاد کمین و حمله‌های مسلحانه بالای پاسگاه‌های امنیتی در قندهار بودند و توسط نیروهای امنیت ملی بازداشت گردیدن خبری بود که در این سایت با شده بود و کلید گروپ گفته است که گارنزیون کابل بر هر نوع تظاهرات در این شهر را ممنوع اعلان کرد خامندانی عمومی گارنزیون کابل بر پایه هر گونه تظاهرات و اجتماعات را ممنوع اعلان کرده و هشدار می‌دهد که هرگاه تحرکاتی از سوی جنبش روشنایی صورت گیرد و خسارات و تلفات را به بار آورد با مسئولان و سازماندهندگان آن برخورد قانونی صورت می‌گیرد. خبری بود که در این سایت بنا رسیده بود میتونید که به این سایت مراجعه کنید و ادامه مطلب را به خانش بگیرین و روزنامه اقتصادی افغانستان واتسام گفته است که برگزاری دومین جلسه کاری سکتور مواد ساختمانی افغانستان کنفرانس ملی و دومین جلسه کاری سکتور مواد ساختمانی افغانستان در مورد پلان فعالیت بر سالهای 2017 الی 2020 برگزار گردید. در این برنامه روی بهتر شدن کیفیت مواد ساختمانی، کتهای ساختمانی و استفاده بیش از مواد ساختمانی با کیفیت با کیفیت داخلی فی مابین مسئولان دولتی و نمایندگان سکتور خصوصی بحث و تبادل نظر صورت گرفته است و همچنان در این کنفرانس دکتر عبدالباری رحمان موین سکتور خصوصی و امور صنایه، دیپلم انجینیر میرحمد قاسمی سفرس معین وزارت معدن و پترولیم و همچنان نمایندگان دوایر دولتی و سکتور خصوصی اشتراک داشتند. خبری بود که در روزنامه اقتصادی افغانستان به نشر رسیده بود و خبرگزاری روش گفته است که پس از 5300 سال مرد یخی سخن گفت. خبر جالبی که در سایت خبری روش به نشر رسیده است. دانشمندان با استفاده از سی تی توانستند که با موفقیت صدای مرد عصر حجری را بازسازی کنند. بر گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از دیلی میل اوتسی مرد یخی در نهایت سکوت 5300 ساله خود را شکست. دانشمندان با استفاده از سیتی اسکن توانستند که با موفقیت صدای این مرد عصر حجری را بازسازی کنند. این پیکر یخزده در سال 1991 در کوههای آلپ در نزدیکی های مرز میان اتریش و ایتالیا یافت شده است. و نام این فرد از اوتسال همان منطقی که در آن یافت شده است گرفته است. وی کانترین مومیایی طبیعی یافت شده در اروپا است که این تیم با موفقیت توانستند که از تارهای سوتی مومیایی گلو و دهان وی یک مدل دیجیتالی تهیه کنند و محققان این پژوهش اظهار کردند که آنها توانایی بازسازی دقیق صدای اصلی این مومیایی را ندارند چرا که برخی اطلاعات حساس از این مومیایی را در دسترس ندارند خبری بود که در خبرگزاری رشد بنش رسیده بود و برنامه امروز روایت تو روز در همینجا به پایان میرسد تشکر می کنیم از شما که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودین و فراموش نکنین که به صفحه فیسبوک برنامه ما رفته و صفحه فیسبوک برنامه را لایک کنین و بعد از این نظریاتتان نظریاتتان از طریق کامنت ما ما در میان بگذارین